سلام و عرض احترام، من مهدی زمانی رو بپذیرید در این برنامه نیمه پنهان. در دو برنامه قبل نیمه پنهان من و مهمان گرامیم جناب آقای دکتر ناصر انقطاع درباره نماد ملی شیر و خورشید، سابقه تاریخی اون و چرایی دشمنی بنیانگذاران جمهوری اسلامی و رهبران انقلاب زمستان 1357 خورشیدی با این نماد ملی به تفصیل با شما صحبت کردیم. اگرچه در ابتدا تصور من این بود که میشه گفتگو درباره نماد ملی ایران رو در یک برنامه جمع و جور کرد، اما درازای بحث به دو برنامه کشید. دو برنامه بسیار داغ و جنجالی که مورد استقبال گسترده کاربران در فضای مجازی هم قرار گرفت و بخش‌های متنوعی از این برنامه در فیسبوک یا سایر شبکه‌های اجتماعی با نقدها و گفته‌های دست به دست می‌شد. سوالات بیشماری هم دوستان و عزیزانی با من یا مستقیما با خود آقای دکتر انقطاع در میان گذاشتند. با این حال حتی پس از دو برنامه درباره نماد شیر خورشید و سابقه تاریخی این نماد ملی هنوز بحث‌هایی در این زمینه بدون گفتگو باقی مانده و البته بحث مهم یعنی پرچم ملی ایران و چرایی تغییر اون در بعد از انقلاب 1357 نیز بحث‌های مهمی رو به دنبال میاره که بایستی مورد توجه قرار بگیره. در این نیمه پنهان من همچنان میزبان دکتر ناصر انقطاع، تاریخدان و نویسنده بیش از 21 جلد کتاب در حوزه‌های ادب فارسی و تاریخ هستم تا با هم و به اتفاق این عضو پیشین فرهنگستان زبان ایران با شما عزیزان از پرچم ملی ایران، نماد شیر و خورشید و البته پاسخ به تعدادی از سوالاتی که شما عزیزان از طریق رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک با حقیر کمترین در میان گذاشتید باشیم و از دانش و آگاهی دکتر ناصر انقطاع بیشتر استفاده کنیم. من و ناصر انقطاع رو در این نیمه پنهان همراهی کنید. خوش آمدید آقای دکتر، ممنونم که بازم شما رو اینجا داریم. بعد از دو تا برنامه داغ، میدونم شما هم خودتون برنامه تلویزیونی دارید، هم مرتب در مجامع مختلف فرهنگی به عنوان میهمان مدعو یا سخنران دعوت میشید. با این همه گرفتاری شوق شما برای حضور در این استودیو و پاسخ مثبت دادن به درخواست رسانه افق ایران برای من و قطعا برای طیف گسترده ای از بینندگان ما که مشتاق مباحث فرهنگی و تاریخی هستند فرصت مغتنمیه. والا من گهگاه رو بعضی از مسائل روانشناسی اجتماعی و فردی هم فکر میکنم، دوباره چه میگردم که مثلا اعتیاد یعنی چی؟ آخه چرا یکی معتاد میشه؟ آخه وقتی هر کسی عیب اعتیاد رو بدونه مواظب باید باشه، مثل من یواش یواش خودم دارم معتاد میشم، بلندشم روزای معمول بیام اینجا و با هم افتخاریست برای ما، یعنی ما واقعا دوچار این اعتیاد شدیم. به امید این که رسانه افق ایران این افتخار داشته باشه که به صورت مرتبتر میزبان چهره های فاخر فرهنگی مثل شما باشه. آقای دکتر انقطاع، ما در برنامه گذشته به دلیل کمبود وقت کوشیدیم که بحث شیر خورشید رو به گونه‌ای در رویدادهای دوره انقلاب جمع کنیم و از چرایی انقلاب مشروطیت خیر انقلاب اسلامی و اینکه در پایان برنامه ما اگه به خاطرتون باشه از نکاتی در مورد شخصیت روح الله خمینی دشمنیش با این مسئله مواجه کردیم. اما یک فراز مهم که در بسیاری از سوالاتی که بینندگان دو برنامه گذاشته بودند این مسئله بود که در دوران پادشاهی پهلوی نماد شیر و خورشید عزت و احترام دوچندانی گرفت و به عنوان نماد رسمی کشور در همه ارگان‌ها و سازمان‌ها مورد استفاده قرار گرفت و شاید ما اغفال کردیم در این برنامه. اشتباه از من بود که سوالی رو برای این دوره طراحی نکرده بودم که خصوصا در دوران پادشاهی محمد رضا شاه، پادشاه فقید ایران، نماد شیر و خورشید چه جایگاهی داشت و چه چهارچوب‌هایی رو پشت سر گذاشت. با همین مقدمه اگر بخوام کمی عقب‌تر از انقلاب 1357 نماد شیر خورشید رو در دوران رژیم پادشاهی پهلوی هم مورد بررسی قرار بدیم، میخوام میزبان گفته‌ها و دانسته‌های شما باشم. بله، من پیش از این بگم که اصل مسئله سخن ما بر روی دوران‌های پادشاهی‌ها نبود. درسته. برای که اسکلت و ستون برنامه ما شیر خورشید بود. البته تقویت یا
ناتوانی شیر خورشید ناگزیر وصل میشد به توجه اون سلسله و اون زنجیره پادشاهی که داشتن. برای نمونه مثلا صفویه فقط شیر خورشید رو پرچم میذاشتن، اما وقتی به قاجاری رسید، با وجود اینکه قاجاری توجهی نداشتن، ناگهان در اثر برخورد با بیگانگان و اروپاییان و دیدن اینکه آیا بعد اروپایی‌ها به قهرمانانشون مدال میدن، نشانهای بزرگ میدن، اینها هم بکنن، و دیده بودن اونا برای هر نشانی حکمی صادر میکنن که ارزش میده به اون نشان، اینها هم آمدن و نشانها رو درست کردن و محمد شاه به ناچار فرمان صادر کرد برای شیر و خورشید. یعنی اولین پادشاهی که در ایران فرمانی برای شیر و خورشید صادر کرده محمد شاه قاجار، پدر ناصرالدین شاه. بله، پدر ناصرالدین شاه. و در عصر ناصرالدین شاه هم هست که این نشانهای دولتی و ملی، یعنی دوره ناصری که یه جوری مشابه دوره ویکتوریان در انگلستان هست، دوره ملکه ویکتوریا در ایران هست. ببینید، چون با اروپایی‌ها در تماس بودن و می‌دیدن اونها چه ارزشی قائلن برای نشانهای ملیشون و به خصوص نشان روی پرچمشون، ایرانی‌ها این توجه پیدا کردن. و بعد خب ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و حتی احمد شاه مرتب به خارج سفر میکردن و میومدن، این اثر روانی رو اونها بود، اونها هم توجهی به این نشان داشتن. همونطور که در آغاز برنامه شما گفتید، برخی از شنوندگان هم بنده رو مورد مهربانی و لطف قرار دادن، هم شما رو که خب در حقتون بوده که این ابتکار رو داشتید و راجع به شیر و خورشید برنامه گذاشتید، مورد احترام قرار داده بودن. اینها اکثر، خب شاید بگم اکثریت قریب به اتفاقشون، مهر داشتن. ولی خب دو سه نکته هم ایرادهایی بود که من اصلا در خور پاسخ نمیدونم اونها رو، برای که ایرادها و اون نکته هایی که اینها میگفتن بوی بیطرفی نمیداد، و ما در اینجا داریم بیطرفانه راجع به یه مسئله صحبت بکنیم. شاید من نظرم نسبت به فلان پادشاه در فلان زنجیره پادشاهی موافق نباشه، ولی این آدم کار کرده رو این نشان، اثر تاریخی گذاشته، بعد یا خوب میکنه، این باید اسمش بردش و توجه داشته. بنابراین ما در اینجا، برای که برگردم به پرسش جناب عالی، میایم ببینیم در زمان کدام پادشاه و کدام زنجیره پادشاهی و بعد در زمان پهلوی ها که دوباره حکومت به دست ایرانی ها افتاد، چون هم صفویان ترک نژاد، که البته نمیشه گفت آذری نژاد بودن، زبان رسمیشون ترکی بود، تمام اصطلاحات ارتشی صفویان ترکی بود، و مثلا فرض کنید فرمانده 10 نفر چیز رو، 10 نفر سرباز رو در زمان صفوی میگفتن اون باشی، اون یعنی 10 به زبان ترکی، بله، باشی هم یعنی سرپرست، اون باشی. خب زمان رضا شاه اومدن گفتن آقا اون باشی چه با ترک نیستیم، کردن سرجوخه. بسیارم زیبا بود، بسیارم گویا بود فرمانده در. حالا همین وضعیت در مورد شیر خورشید، اما نمیدونم، شاید به علت احترامی که پهلوی ها داشتن به تاریخ و نمیخواستن دگرگون کنن، یا شاید به دلایل دیگری، اون تغییراتی که نادرست در زمان قاجاریه در شیر و خورشید داده شد، گذاشتن شمشیر در دست شیر، گذاشتن تاج بالای خورشید، و حالا نکات دیگه که بهش میرسیم، که یه نکته همین نکته است، گذاشتن تاج بالای خورشید. خیلی ها میگفتن که این کار یک بدعتی بوده که در زمان پهلوی انجام شده. زمان محمد شاه هم بود، یعنی این تاج فرمان محمد شاه عکس تاج بالای خورشیده، یعنی این، پس این اتهامی که برخی افراد مغرضانه وارد میکنن که رضا شاه دستور داده که تاج به شیر خورشید اضافه شه، اتهام غلط. من نمیدونم تو این عکسایی که من بناس امروز نشون، بله، من از دوست عزیزم اتاق فرمان خواهش میکنم شماره 65 رو بیارید روی پرده، شماره صفحه 65. عکسایی که دوستان عزیز مشاهده میفرمایید، عکسایی هست که از کتاب نشان 3000 ساله شیر و خورشید، کتاب نشان 3000 ساله اقتباس شده. این کتاب به وسیله آقای دکتر
ناصر انقطاع منتشر شده در دو چاپ مختلف که الان صفحه 68 این کتاب رو میبینیم. ببینید این حالا توضیح تصویر رو بدم. تاجی که بالای سر شیر خورشیده تاج قاجاریه است. تاج قاجاری است. تاج پهلوی نیست. در سال 110 سال قبل تقریبا. بله این حدود بله اون زمان که من نوشتم حدود 110 سال قبل این یعنی در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار تقریبا این همزمان با 306 قمری 150 سال پیش میشه. 150 سال پیش که همزمان با حکومت ناصرالدین شاه قاجار تقریبا. بله میگم که این روزنامه این سید اخبار این لوگوی روزنامه سید اخبار بله درسته. آره روزنامه است. این روزنامه کجا منتشر میشه؟ این روزنامه هفتگی بوده که در از چهارم ربیع الثانی در سال 1306 قمری و 8 دسامبر 1988 یعنی میشه در حدود 140 سال پیش یا 17 آذر 67 خورشیدی تمام من هر سه بنیادی رو نوشتم در شهر حیدرآباد آغاز به انتشار کرد. حیدرآباد هندوستان. این روزنامه سخنگوی دکتر محجوب علی خان بود که مذهب شیعه داشت. ایرانی تبار بود. حتما بوده دیگه و به فرهنگ و تاریخ ایران مهر می‌ورزید و نشانی که بر پیشانی روزنامه هست بیانگر این موضوع است که این آقا از خودش به ارث گذاشته. نه منظورم بیشتر روی تاج که بحث تاجی که گفته میشه در زمان پادشاهی پهلوی اضافه شده این نظر موازنه که ولی شما رد میکنید و بر اساس اونچه که مستند تاریخی از 160 سال پیشه نشون میدیم که این تاج در دوران بله قاجاریه به این قضیه اضافه شده. حالا که بحث ما روی تاجه و اتفاقا همبستگی داره با نقش شیر خورشید در خارج از ایران از اتاق فرمان خواهش میکنم صفحه 66 رو برای ما پخش کنید. عکسی که در صفحه 66 کتاب شیر خورشید نشان 3000 ساله هست. ببینید بازم تاج قاجاریه بالا سر شیر خورشیده. این تاج تاج پهلوی نیست. دو تا تاج ده. ببینید تاج پهلوی دو تا از این پرهای تاج این بر اونور سر کلاه هست. این اولا به زبان گجراتی منتشر میشد. روزنامه اونجوری که شما نوشتید سماچار که به زبان گجراتی زبان پارسیان ایرانی هند هند بوده ولی در هند. آفریقا منتشر میشده. این در آفریقاست. بله. در جنوب خاوری آفریقا. بله. آه پس این برمیگرده به ریشه ایرانیان بازرگانی که از بله. بعد از حمله بله. اعراب از ایران مهاجرت کردند. بله بله اینا در زنگبار باز به زبان گجراتی که زبان پارسیان هند بوده در اونجا در چیز آفریقا منتشر میکردند. این روزنامه سماچار دیلی نیوزپیپر در سال یعنی روزنامه روزانه هم بوده. بله بله در زمان در سال 1906 یعنی درست سال انقلاب مشروطیت که و آغاز 1907 بوده این در اونجا منتشر شد در جزیره زنگبار در کشور تانزانیای امروزی امروزی بره. شد بله شد. سرستون این روزنامه رو که باید ببینید شیر خورشید و تاجه درست مانند شیر خورشید هاییست که بر پیشانی روزنامه های اون روز ایران چاپ می شده و دور نیست که اصلا همین رو از اونجا برداشته باشن گذاشته باشن روی روزنامه خودشون. این از روزنامه های ایرانی به اونجا منتقل کرده بله باشه. بله. ولی به هر حال در افریقا منتشر می شده. بله. روزی مثلا 3000 شماره 4000 شماره این شیر خورشید دست به دست می گشته. من می خوام بگم قدرت این نشان به خارج از ایران هم کشیده رفته بوده. بعد اما این رو من بگم که نخستین روزنامه که در خاک هند به زبان گجراتی چاپ میشد جام جمشید نام داشت. جام جمشید در گجرات هند چاپ میشد یعنی منطقه‌ای که تحت استیلای اقوام پارسیان هند بوده اونجا چاپ میشد. و حالا چطور میشه که روزنامه‌ای در خاور آفریقا به زبان گجراتی روزنامه در هندوستان به زبان گجراتی چاپ میشه؟ این به ما میگه که ایرانیان یعنی پارسیان هند بیکار ننشسته بودن در خارج. در دو بخش بزرگ دور از هم تاریخ یعنی کره زمین اینا سمبل و نشان ایران بزرگ رو حفظ کرده. چه اونها که در هندوستان بودن چه اینها که اجازه بدید من همینجا یه نقبی بزنم آقای انقطاع به همین امروز
خودمون، ما جامعه ایرانیانی که امروز در خارج از کشور هستیم، و قدرشناسی کنم از یکایک شهروندان ایرانی تباری که در خارج از ایران، در آمریکا، اروپا، استرالیا، در ژاپن حتی من میدونم عزیزانی هستند که رادیو دارن، فعالیت‌های فرهنگی میکنن به زبان فارسی برای جامعه ایرانی. در بسیاری از این موارد پرچم شیر خورشید نشان ایران و سرود ای ایران، ای مرز پرگوهر، دو نماد وحدت ایرانیان هست که همواره افراشته و سرفراز در میان ایرانیان گرامی داشته شده. همونجور که پدران من و شما در هند و آفریقای سده های گذشته این نشان رو زنده نگه داشتن، امروز هم نسل شما، نسل بعد از شما، این نشان و این پرچم و این سرود عزیز که بعدها بهش اضافه شده رو در خارج از ایران زنده نگه می‌دارن به امید روزی که به ایران برگردن. و این برای من کاملا روشن، این سخن شما داره اجرا میشه، برای اینکه وقتی من می‌بینم که هممیهنان تا چه اندازه دلبسته این نشان هستند که چنین استقبال و پیشوازی می‌کنن از یه همچی برنامه‌ای که مرتب و مرتب بیش از 4-5 هزار نفر دیدن و اظهار نظر کردن، میگن آقا از این کارها بکنید که مردم رو به گذشته خودشون آگاه کنید، چون متاسفانه ناآگاهی است که فراموشی میاره. یا به عبارتی میتونم بگم در این 30 و چند ساله در داخل ایران به شدت تبلیغ بر علیه این مسئله شده. از همون روز اول انقلاب شما فکر کنید خمینی آمده در داخل بهشت زهرای تهران، هنوز نه به دار است، نه به بار است، نه دولتی تشکیل داده. اونجا که میخواد دولت تشکیل بده در دهن این دولت بزنه، قبل از تشکیل دولت داره دستور میده که نشان شیر خورشید رو محو کنن. نشان اسلام رو بزنید، مایموز ضد اسلام بودی، یعنی از همون بد و امر به دنبال این قضیه. البته در همین جمله خمینی یک نکته بسیار مهمی نهفته است. اون میگه پاک کنید اون چه که نشان تمدن و نشان اسلام رو بگذارید، و همینجاست که نشون میده حتی خود خمینی هم میدونه که اون تعبیری که میکنند که شمشیری که در دست شیر هست، این شیر سیف الله به حضرت علی پیشوای اول شیعیان جهان برمیگرده، این نکته‌ای قلب واقع هست که خود یک رهبر مذهبی اون رو قبول نداره. خب آخه اون رهبر مذهبی رو زیاد روی عقاید غیر اون مذهبی و ملایش حساب نکنید، اطلاعاتی نداشته، اون فقط مخالف بوده با ایران. بعد از این نکات بسیار عمیق و درخور نگرش که باید اینو سالها و سالها گفت و تو گوش مردم کرد و مردم فراموش نکنن، اولین سخنرانی آقای خمینی 15 روز یا 10 روز قبل از نوروز سال 1358 بود، یعنی 40 روز از انقلاب گذشته بود. ایشون اومد گفت ول کنید این جشن نوروز مجوس را، ما خون دادیم، ما کشته دادیم، ما برای اسلام جان دادیم، نکنید با به خون شهدا بی احترامی نکنید، نگیرید نوروز رو. ببینید بیشتر از این میترسید بگه، چسبیده بود به خون شهدا. شهدا مگه برای خاطر شیر خورشید، برای خاطر از بین بردن شیر خورشید مگه انقلاب کرده بودن؟ مگه برای اومدن اسلام انقلاب کرده بودن؟ مسئله دیگر سیاسی بود که شما آقای خمینی سوء استفاده کردی، به قول معروف بین پدر و فرزندانش در داخل یه خانه دعوا بود، تو سید از اون بغل رد می شدی، گفتی اه من برم سوء استفاده کنم، اومدی با پدر خانواده درگیر شدی، اون رو کردی زدی تو سر بچه های خانواده، تو پدر مردم هم در آوردی. بنابراین تو دوستار هیچ کدوم نبودی، تو اومدی برای اینکه سوء استفاده کنی. بعد چسبیده بود به این مسئله که نکنید این کار نوروز. خب مسخرش کردم، عکسی به دست من رسید. اون موقع آقای روانشاد دکتر بهزادی، دکتر علی بهزادی، استاد من بود در دانشکده روزنامه نگاری، خیلی به من لطف داشت، به اصطلاح ما شاید اولش بودیم و خیلی دوستمون داشت. بلا فاصله وقتی انقلاب شد فرستاد پی من، گفت تو بی سردبیر من شو در مجله سپید و سیاه. گفتم بوده که ما یه برنامه در رسانه افق ایران داریم به نام برنامه سپید و سیاه که به احترام
همین مجله و فعالیت‌های شادروان دکتر علی بهزادی که بعدها هم در دوران بعد از انقلاب هم مجله دانستنی ها البته مدیر مسئولی دخترشون فرانه بهزادی منتشر من هم موقع مشهور کنم. ولی خب طبیعتا تحت مدیریت خود آقای بهزادی در تقاطع خیابان آذرشهر و ایران شهر در تهران. حتی بنده که به عنوان سردبیر انتخاب شده بودم خواهش کردم گفتم همه کار سردبیری رو میکنم اما اسم شما پروانه بدید که من اسمم رو اصلا خجالت بکشم زیر اسم شما باشه. خیلی مرد خوبی بود. به هر حال ایشون اومد و گفت بیا سردبیر باشه. در اون موقع یه عکسی به دست من رسید، یک مادری. بینندگان شنوندگان عزیز اینو خوب دقت کنید، من چند بار گفتم این عکس در دسترس منی ولی در ایران چاپ شده برای حفظ تاریخ تو مجله سپیدوسیا. یه مادری هفت سین رو بعد از این نطق خمینی برده سر خاک پسرش، پسر شهید شد یعنی کشته شده در دوران این سنگ قبر رو سفره هفت سین چیده، هفت سین چیده خودش هم با چادر نشسته داره گریه میکنه. من نوشتم که ببینید آیین‌های ما تا این اندازه نیرومنده که این مادر میخواسته فرزندشو بیاره سر سفره حفصی تو خونش بشونه، نتونسته، فرزند در گذشته، سفره رو برده فقط فرزندش و خودشم فروش نشسته، یعنی نوروز رو جشن گرفته، یعنی شیر و خورشید رو احترام گذاشته، یعنی پرچم رو احترام گذاشته، استقلال رو احترام. آقای خمینی کجای کاری؟ تو مگه میتونی این از ملت ایران بگیری؟ بعد سالهای بعد نقاب رو زدن عقب دیگه، بزن و بکش و نمیدونم تمام حاجی فیروزا رو گرفتن بردن جبهه، هر حاجی فیروز تو خیامون رقصید گرفتنه سوار ماشینش کردن بردن برو جبهه، بازم نتونستن. بعد از 10 سال خودشون اومدن تبریک نوروز گفتن. آقای رفسنجانی اومد، آقای رفسنجانی که از عوامل خمینی بود اومده تبریک نوروزی میگه به ملت ایران. این قدرت نیروی ملیه و این قدرت آیین‌های ملیه که بالاخره اینا رو به قول معروف نشون سر تاس. و امیدوارم که از سر قدرت هم برش بره. اونم برادر آقای انقطای عزیز برگردیم به بحث بسیار بسیار مهم و شیرینمون در مورد شیر خورشید و اینکه شما فرمودید که در دوران پهلوی مثل اینکه دو مسببه بسیار مهم در این زمینه. حالا میرسیم اون این اجازه بدید من این بحث رو تمام کنم. خواهش میکنم از اتاق فرمان خواهش میکنم صفحه 67 رو بیارن رو آنتن. صفحه 67 از کتاب نشان 3000 ساله نوشته آقای دکتر ناصر انقطایی. ببینید این به نام روزنامه شمس و نهاره، تو اون دایره نوشته شمس و نهار، دو دایره سیاه، دو تا شیرین سوی آن سوی که مثل سمبل مجلس شورای ملی ایران با چیز کره رو گرفتن. این در سال 1290 هجری قمری برابر با 1873 مسیحی و 1252 خورشیدی، یعنی درست زمانی که انقلاب یعنی افغانستان هرات و اینا رو از ایران بعد از ناصرالدین شاه در دور ناصرالدین شاه گرفتن. بله ایران و افغانستان جدا شده، جدا شده. اما شیر و خورشید اون شخص نگه داشته، اون آقای اسمش هم الان من نوشته امیر علی شیرخان و نخستین روزنامه ای بود که به زبان فارسی در افغانستان چاپ شد. سربرگم همینطور که دارید میبینید. بنابراین در این زمینه باز این نمونه هایی است که نشون میده شیر و خورشید قدرت انتشاری در جهان داره. درست. خب حالا میایم بر چیز به زمان پهلوی. خب میدونیم که رضا شاه سپاهی بود، سپاهی اصلا خمیرش ملی و میهنی. درست. سپاه اصلا سپاه و سرباز یعنی کسی که سرش رو برای میهن میده. علت وجودی ارتشای جهان فداکاری برای میهنه، اینا مرزها رو موازنه. بنابراین این تعجبی نبود که رضا شاه آدم میهن دوست و سربازی باشه. من فقط اینجا یه اشاره بکنم، امروز کلمه سپاه در ایران
مقداری شایبه انگیزه. اما یادمون نره اونچه که امروز در ایران بهش سپاه میگن نام کاملش اینه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. طبیعتا اونها هم سرشون رو برای انقلابشون البته میدن، انقلابی که به زور به مردم یک کشور تحمیل کردند و 37 سال از قبل اون نانها بردن. بله. بعدم لغت، ببینید من به شما یه نکته بگم، لغت رو میشه بار معنای بد روش گذاشت و در اثر تکرار به اصطلاح اون لغت رو نجس کرد. ببین من سرادم، واژه پاسدار یعنی سپاسگزار و پیرو و دارنده یک چیزی. وقتی ما میگیم ما پاسدار شما هستیم یا سپاسمند شما هستیم، این ارزش معنوی داره. حالا اینو ملاها اومدن این لغت رو گذاشتن برای یک گروهی که همون که میشناسیمشون همه، اینا اومدن و چنان اردرون بردرون میکنن آمریکا رو 50 ثانیه از بین میبرن، کشتی هاش و فلان اینا. این لغت، یعنی ذهن مردم از لغت پاسدار اصلا زده شده، اصلا بدشونه، چون بار معنای بد روش گذاشتن. درست. و این تکرار و تکرار و تکرار باعث شد که این مسئله در ذهن مردم بد شد. اما رضا شاه از 1304 تا 1320 پادشاه ایران شد. 16 سال. در این مدت اینقدر کار انجام باید میداد و داد که دیگه نیازی نبود بیاد بپردازه به اینکه شیخ خوشید سر جاش محکم بود. حالا با اینکه قانون اساسی هم اومده شمشیر رو عملا حذف کرده و با اینکه تمام اثرایی که از شیر خورشید شما در ذهنتون، در کتاب ها، در موزه ها، در هر جا ببینید، تا قبل از آقا محمد خان شمشیر دست شیر نبوده و از بعد از آقا محمد خان بوده و ماندگار شده، حتی در زمان پهلوی، به دلیل اینکه 150 سال بعد از آقا محمد خان هم قاجاریه بودن، خب جدشون نگه می‌داشتن، این 150 سال هم شمشیر بوده. اما 150 سال نمیتونه گذرنامه تاریخی بده به دست نشان. گذرنامه تاریخی دست شیر خورشید داده میشه که 5000 سال پشتوانه تاریخی داره، نه 150 سال. خیلی فرقه. پس نمیتونیم بگیم شمشیر ریشه تاریخی داره یا تاج ریشه تاریخی داره. نه، هیچ، هر دو اینا زمان محدود دارن. وقتی ما میگیم یک چیزی نش سمبل تاریخیه، یعنی از 1000 سال بگذری، نه اینکه توی مدت های کوچیک. در اینجا دوران رضا شاه تمام میشه، میشه دوران محمد رضا شاه. یعنی در دوران رضا شاه علارغم همه فعالیت های گسترده که انجام شده، با توجه به این چیزی که از دوره قاجاریه در نشان شیر خورشید به صورت رسمی یا به صورت عرفی وجود داشته، این حفظ میشه روی بیرق ملی، سردره ادارات، سربرگ حکومتی. بله. و در همه امور شیر خورشید و همون نشان قبلی مورد استفاده قرار میگیره. چرا؟ حالا یه نکته دیگه هم باز من خدمتتون بگم. این احترامی بود که با اینکه رضا شاه با کودتا اومد سر کار، میتونست قلع و قمع کنه قاجاریه رو، میتونست همه جور قدرت خودشو نشون بده، ولی احترامی بود که میذاشت به هر کاری که شده. شمشیر دست شیر دادن، دست نزد. تاج شاهیشون رو گذاشتن روی خورشید، هیچی نه، فقط تاجو عوض کرد، چون خود کودتا شده بود دیگه، تاج پهلوی بود. و این رو ادامه داد تا اومد دست محمد رضا شاه، اون هم همین رو دنبال کرد و این رو اصالت دادن، در حالی که اصالت قانون اساسی رو نداشت. گفتم که اسمی از شمشیر نید. تا چندین سال بعد از این که من الان خدمتتون، بله، تصویر میدم، اینجا یواش یواش چون داشتن نظم میدادن به تصویبات کشور، آمدن به هم ریختگی پرچم و شیر و خورشید رو مورد توجه قرار دادن. چرا؟ چون میدونیم وقتی که پرچم شیر و خورشید قانونیش اینه، سرنگ سبز و سپید و سرخ به تدریج از زمان امیرکبیر موازی شدن، دوم سبز بالا سفید وسط سرخ پایین، سوم نشان شیر خورشید روی رنگ سفیده، چهارم که مردم توجه نمی کردن بهش، سر شیر باید روی چوب پرچم باشه،
متاسفانه من در بعضی از مراسم آیین ها میبینم سر شیر رو به دوم پرچمه، در نتیجه وقتی شما پرچم میکوبید زمین سر شیر میاد رو به سرفکنده پایین. چرا میگن سر شیر رو به چوب پرچم؟ برای اینکه وقتی بغل خودروها و تانک ها میزنید و تانک میره، شیر رو به جلو حرکت کنه، نه رو پشت عقب عقب که نمیتونه بره. اینا چیزایی بود که باید مردم متوجه نبودن. سردر مغازه هاشون پرچم رو آویزون میکردن شیر سرش پایین بود، یا پرچم سرنگ عمودی آویزون میشد ولی شیره رو افقی میذاشتن. ببینید اینا رو دیدن گفتن خب حالا ببینیم. تنها کاری که گفتم امیر کبیر کرد و کار آقا محمد خان رو به اصطلاح تصحیح کرد این بود که سرنگ رو موازی کرد. این سرنگ موازی رو پهلوی ها قبول داشتن و همونطور سرنگ موازی بود تا اینکه رضا شاه میگذره و میرسیم به دوران پادشاهی پادشاه فقیر ایران. بله من دارم میگردم به پیداش کردم. ببینید وقتی که مجلس شورای ملی آمد تصفیه نامه گذروند و قانون اصل پنجم متمم قانون گذروند که گفت الوان پرچم ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است، بلافاصله تصفیه شد. هر حقوقدانی که این ماده رو نگاه کنه که میدونید از زمان مظفر دینشا تصفیه شدی میفهمه این ماده دستپاچگی تصفیه شده. چرا؟ اولا نگفته که سرنگ چجوریه، عمودیه، افقیه، چیه، نه همین نمیشه الوان رئیس ایران تو اینه. بعد امیر کبیر هم که قبل از مشروطیت بود گفته بوده سبز و سفید صبح ترتیب، این تو ذهن مونده بود و همه هم این کار کرد. دومین کار مسئله چیز شمشیر رو به کار نبردن و اون رو نگفتن. بنابراین این قانون لغ بود، یعنی نارسا بود. درست قانون اساسی بود، این نارسا بود. آمدن گفتن که حالا ما بیایم اینو تکمیلش کنیم، مردم دوچار سردرگمی نشن. در تاریخ 17 دی ماه 1336، یعنی 16 سال بعد از پادشاهی محمد رضا شاه، از طرف هیئت وزیران در زمان آقای دکتر اقبال نخست وزیر، انجمنی از نمایندگان این وزارتخانه ها، وزارتخانه جنگ، آموزش و پرورش و دفتر نخست وزیری و مجلس شورای ملی گرد هم میان و با نگرش به تاریخ تصفیه نامه‌ای رو صادر میکنن که به امضای آقای اشرف احمدی رئیس دفتر نخست وزیر به وزارت جنگ ابلاغ میشه. چرا به وزارت جنگ؟ برای اینکه پرچم مال ارتشه. حالا میرسیم به جایی که وقتی ما میگیم پرچم ایران یعنی پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، اگر شیر و خورشید توش نباشه پرچم مال مردمه، بنابراین میشه پرچم ملی ایران. ملی با ارتشی خیلی فرق داره. ارتشی نگهبان همه جای ملته، در حالی که ملی صاحب اون کشوره. فرق بین صاحب و اون نگهبانی است که مواظب اون چیزه. این دو نکته رو شما بدونید که اینها بررسی کردن. بر پایه این گزارش حالا ببینید چقدر قشنگ همه چیز رو گفتن که دیگه جای به قول سوزه فرو کردن نباشه. یک، رنگ های رسمی پرچم ایران از سرنگ مساوی سبز و سپید و سرخ به صورت افقی و نشان شیر و خورشید تشکیل ننوشته شمشیر، خوب دقت کنید، تشکیل میشه بدین گونه که رنگ. من میخوام از دوستانم خواهش کنم اگر ممکنه یک تصویری از شیر خورشید رو هم بگذارن، از پرچم شیر خورشید رو هم بگذارن که پرچم این همزمان در ذهن بیننده فرمایشاتی که شما مسترد به مصوبه هیئت وزیران در سال 1336 میکنید همزمان با عکس تصویر پرچم شیر خورشید نشان ایران هم همراه باشه. بفرمایید. بله اولا اینو من بهتون بگم که امرداد 1366 بوده، یعنی درست سالگرد انقلاب مشروطه. بله.
رنگ های پرچم ایران سه رنگ مساوی سبز و سفید سرخ به صورت افقی و نشان شیر و خورشید تشکیل می شود. بله حالا پس این الان از این بادی که میوزه و سر شیر معلومه چوب پرچم طرف دست چپ ما. دقیقا بله. پس یعنی در واقع شیر به سمت پرچم. بله به سمت جلو داره میره. دو، نگاره شیر و خورشید به رنگ زرد زرین، حتی رنگ شیر و خورشید معین کرده در میانه پرچم روی رنگ سپید آنگونه نقش می شود که سر شیر به سوی چوب پرچم و شیر به صورت و شمشیر، اینجا شمشیر رو اسم برده، شمشیر به صورت عمودی در دست راست شیر باشد و پاهای شیر رو به سوی رنگ سرخ پرچم باشد. دم شیر به شکل قلاب کمر یعنی اس به سوی بالا باشد و نگاه شیر رو به بیننده. همه این حالت ها رو چیز کرده. شما دیگه اگر پرچم رو نشون بدن دوستان، همتا آقای تو من یه سوال دارم، اون خطوط مشکی که الان شیر رو در این تصویرها مشخص میکنه، این خطوط باید وجود داشته باشه یا اینکه تصویری که هست که فقط باید همه اون خطوط همون رنگ زرد زرد باشه؟ من مثلا پشت جلد کتابم اون رنگ سیاه رو نکشیدم. درست. ولی به هر حال اون چیزی که من منظورم روی پرچم هست در حقیقت، رو اصل پرچم طبق مصوبه مرداد 1336. میگه من به هم با توجه به همین تصویر نامه اومدم اینو کشیدید، این زرد گفته باید زرد باشه، منم زرد دادم، حتی رنگ سیاه هم قاطیش نکردم، ولی اشکالی نداره. درست. بعد سه، خورشید نیم برآمده در پایین گردن و میانه کمر شیر، ببینید دقیقا بین گردن و میانه کمر شیر قرار داره و پرتوهای آن میباید به سوی بالا و دو سوی چپ و راست پرچم حرکت کنه. دقیقا این همین کرد، یعنی تا اینقدر دقت کردن. سه، چهار، ببخشید چهار، اندازه های پرچم، اندازه ها رو هم گفتن، با نگرش به جایگاهی که برپا داشته بیشود فرق میکنه، اما نسبت پهنای اونها فرق نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما یه پرچمی میخواهید فرض کنید بنزه این کتاب روی میز بذاری و پرچمی که میخواهید بالای مثلا قله دماوند آویزون کنی، فرق میکنه از نظر وسعت، ولی از نظر نسبت طول و عرض فرق نمیکنه. فرق نمیکنه. چرا؟ ببینید این الان در حدود 30 سانت در 15 سانت. درسته. در 30 سانت در 75 سانت. این نشون میده که باید عیناً اینطور که میگه این نسبت 1 متر و 75 صدم باشد. یعنی اگر درازای پرچم 1 متر است، پهنای او باید 75 صدم باشه. یعنی استاندارد جهانی بله. پرچم بله. که بله. همه دنیا بهش، اگر طول پرچم 2 متر بود، اون باید 1 متر باشه. درسته. این ویژگی در هر دو سوی پرچم باید رعایت شه، نه اینکه چون روی دیگه ای شد پس دم شیر باید رو به چوب پرچم بشه. نه. در تاریخ 13 این میگذره، 13 دی ماه پس اینجا در این مصوبه باز به نقش تاج اشاره ای نشده. اصلا نذاشت، اصلا تاج اشاره اصلا نشده، اصلا نذاشت نکرد هیچ. به همین دلیلم توی وزارت جنگ اون روزی که کاشیم چیزا می آوردم، چون ابلاغ شد به وزارت جنگ، وزارت جنگ اینو نمونه چاپ کرد، تاج با سرش نبود ولی شمشیره بود. حالا یک سال و سه ماه بعد، یعنی که یک سال و شش ماه بعد، در 13 دی ماه 1337 بعد از تصویرنامه قبلی، تصویرنامه دیگری باز از هیئت وزیران گذشت که چندان فرقی با تصویب نامه پیشین نداشت، تنها توضیح ها و روشنگری های بیشتری در زمینه رنگ ها و اندازه پرچم داده شد. اما نکته مهم در این که در این روزها پرچم ملی ایران به پرچمی گفته می شود که تنها سه رنگ سبز و سپید و سرخ در آن باشد. یعنی در همون سالهای 37؟ نه نه الان، الان میگم در این روزا. و بی آن که نگاره شیر خورشید و شمشیر رو بر روی رنگ سپید بنگارن. خب این خود من نوشتم، این روزا اینو میگن، اما یک مشکل پیش میاد. اون مشکل اینه که الان جمهوری اسلامی هم همین سرنگ رو قبول داره، سبز و سپید و سرخ. بگذاریم از این که 22 تا الله اکبر روشه و این مسخره ترین چیزیست که من دیدم، یک کشور فارسی زبان که اصلا زبانش عربی نیست بر روی پرچمش
22 تا حرف عربی ها. چرا نمودار 22 بهمنه 22 تا الله اکبر نوشته؟ خب این دستبرده و فضولی مله هاست در کار پرچم. بنابراین من معتقدم ما ایرانی ها برای اینکه فرقمون با جمهوری اسلامی و با اون خرچنگ روی وسط چیز که مال نشانه سیک هاست فرق داشته باشه، باید شیر و خورشید در وسط پرچم باشه. ببینید این اون الله اکبر ها تمام دیده میشه. بله الان روی پرچم جمهوری اسلامی رو دوستا دارن میبینن. بله. پرچمی که این روستا در داخل ایران مورد استفاده رسمی حاکمیت قرار میگیره. آقای دکتر انقطاع، اشاره کردید این آرمی که نوشته الله داره نماینده تفکر سیک هست، آیا ممکن هست این رو یه توضیح بفرمایید؟ حالا من توضیح میدم. اولا خب همچنین از دوستان اتاق فرمان هم خواهش میکنم اگر که میتونن تصویری از در ورودی برخی از معابد سیک هست که همین آن به صورت برعکس روی اون قرار گرفتارن پیدا کنن در تلویزیون برای ما نمایش بدن. برای من یه نکته خدمتتون بگم، اولا دقیقا شبیه پرتم سیک، من اگه میدونستم نمیدونم، شاید اتاق فرمان داشته باشه، چون علامت خود سیک ها رو دارید، نه علامتی شبیه سیک هاست که روی پرچم ایرانه. اینا روشون نشته عین اونو بذارن، ولی من دارم اون علامت سیک ها رو. بله احسنت. ببینید این مال جمهوری اسلامیه، اون پرچم سیک هاست. این دقیقا نشون میده اون الفی که مثل شمشیر اون وسط گذاشتن و اون دوتا شمشیری که این ور اون ور هست و اینا همه علامت سیک های بالا هم نوشته. البته اونا می نوشتن سیخ، درست هم نوشتن سیک، ولی سیکه اونا رو میگه سیک. این آقای دکتر این تشابه عمدی بوده. آیا به نسب هندوتبار آقای روح‌الله خمینی بر می گرده؟ شما بر می گردونی به نسب خمینی، عمدی بوده. عمدی بوده و یعنی آقای خمینی، این یه اتفاق همین جوری نیست که از حالا بعد حادثه این دوتا با همدیگه متابعت پیدا کردن. برای که بارها در همون موقع هم گفتن شبیه پرچم سیک هاست. من خودم اون موقع یعنی وقتی وارد آمریکا شدم آوردم. ببین این یادم میاد به تصویب امام رسیده، اول اون علک اون شعرهای اون چیزا رو بغل گذاشتن و سه چهار تا انحرافی گذاشتن، بعد دونه 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 برداشتن اون علامت سیک ها رو جایگزین کردن در اینجا. آقای دکتر یه نکته دیگه که برای من بسیار مهم هست این هست که آیا هرگز اون چه که در قانون اساسی امروز جمهوری اسلامی آمده و این پرچم، یعنی پرچم جمهوری اسلامی رو جایگزین پرچم شیر خورشید نشان کرده، آیا هرگز جز اون اصولی که مردم بهش رأی رفتن دادن بوده یا مردم به این مسئله رأی مثبت دادن؟ من فقط به طور خلاصه میگم که به محض اینکه اینها مردم رو در ناآگاهی گذاشتن و این رأی رو ازشون گرفتن، همون رأی 12 فروردین 58 بله جمهوری اسلامی. بله بله. ببینید در زندان ها تمام هواداران پادشاهی رو میکشتن، خلخالی همه رو میکش، اون وقت دو تا رأی میدن دست شما که سلطنتی رو میخواین یا جمهوری. آقا تو داری هواداران سلطنتی رو میکشی. من نمیگم خوب بودن یا بد بودن، من میگم تو اگه به عنوان یک کشور بی‌طرف، یه دولت بی‌طرف هستی، باید دست از پا خطا نکنی ببینی مردم چی میگن. تو داری تند و تند از جنرال مخالف رو میکشی بعد میگی مخالف باشه موافق. آره معلومه که ترسن، من هم میرم ترسن دیگه، نمیدن دیگه اصلا، نه نه ترسن هرچی. این عمل ضد عدالت، عمل ضد حقوقی، ضد منطقه. درسته. نمیشه من بیام مخالفم بکشم بگم ملت آزادن هر کی میخوان رای بدن، نه. درسته. اما مسئله دیگر، وقتی که خمینی گفت بیاندازید این شمشیر منحوس را، بله. همین آدم های ناآگاه که میشناسیم هممون دیگه، اون موقع کم میشناختیم، حالا بگیم چقدر ایرانی ناآگاه داشته، با چکش نادانی افتادن به جون کاشی ها. کاشی هایی که بعضی از اینا 300 سال 400 سال قدمت داشت. از زمان شاه عباس من کاشی شیر خورشید سراغ بودم. من اون موقع افسر وظیفه در اصفهان بودم، میرفتم تماشا میکردم این چیزا رو. از اون موقع تمام این کاشی رو خوردم. آقای با مهندس بازرگان، ببینید من خوبی هر کسی رو میگم چون تاریخ لال نباید باشه. آقای مهندس بازرگان میره پیش خمینی،
میگه قربونی جدت برم. شما یه چیزی رو همینطوری میای میگی. الان افتادن به جون کاشی ها و دارن کاشی های بسیار گران قیمت رو دارن با چکش میشون. از جمله یک شیر خورشید بسیار زیبایی بالا سر در دادگستری بود، رو مرمر کنده بودن، اون بالای اول در اون رو زدن داغون، جلوی بانک ملی رو زدن داغون کردن، همه اینا رو چیز کرد. میره میگه قربان این خرج، همینجا صدا بازرگان داره میگه، میگه خرج شده بابت این کاشی ها، اینا سرمایه ملیه. خمینی گوش میده با همون ابروهای گره خوردهش، فرداش میاد بالا جلو تلویزیون میگه که میآیند و میگویند، عین جمله رو من نوشتم، عین جمله رو در این کتاب نوشتم، میآیند بله میآیند و میگویند که باش از بین بردن این شیر خورشید 80 میلیون تومان ضرر میزنن. اولا که چنین چیزی نیست، ولی اگر در میان بردن این علامت منحوس یعنی شیر خورشید 80 میلیون تومان هم ضرر بخورد که نمیخورد، مانعی ندارد آن را از بین ببری. این حتما این صدا هست، حالا قطعاً هست. بله. آقای دکتر، ما به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. من میدونم و این بحث هم جای ادامه داره، هم سوالاتی هست که مردم مطرح کردن، پس در آتی رزدیک مجددا در خدمتتون باشیم. البته ما برنامه‌های ویژه‌ای رو در هفته‌های آینده خواهیم داشت که طبیعتاً به واسطه فراخور روز مادر، شب یلدا و برنامه دیگری که حالا همکاران هم حتما به اطلاع شما خواهند رسوند در آنونسمنت های برنامه های افق ایران، باز هم در خدمت های دکتر انقطاع و دیگر عزیزان خواهیم بود. در هفته های آتی این بحث رو ادامه خواهیم داد. دکتر کلام آخر، اگر نکته‌ای هست که میخواید خدمت مخاطبان گرامی رو مطرح کنید. خوش از شما و بعد از اتاق فرمان که دوست ارجمند اسمشون نمیدونم، اگه شما میدونید بگید که بمونه توی برنامه، که بسیار دقیق و کامل و خوب این تصویرها رو نشون داد. سپاسگزار باشم از مردم ایران که مهربانانه تشویق کردن بنده و شما رو، سپاسگزاری همه اونا رو سپاسگزاری کنم. امیدوارم که ما شایسته این محبت ها باشیم و یک هزارم اون حقی رو که ملت ایران، تاریخ ایران بر ما دارند انجام داده باشیم. آقای دکتر، سوالات زیادی در این زمینه هست، باز من از شما هم خواهش میکنم از طریق فیسبوک رسانه افق ایران یا فیسبوک شورای ملی ایران یا فیسبوک خود من سوالاتی رو که مطرح میکنید در مورد نشان شیر خورشید یا پرچم ملی ایران با من در میان بگذارید. قطعا در آینده بسیار نزدیک باز هم میزبان آقای دکتر ناصر انقطاع خواهم بود تا این گفتگو رو بر محور سوالاتی که شما طرح کردید با آقای دکتر در میان بگذارید. وقت خوش، خدا نگهدار، شب و روزتون خوش باشه. متشکرم. قربون شما.